رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی به مردم ایران گفته که از چینی ها یاد بگیرید دو روزی یک وعده غذا بخورید و همچنین گفته که ایرانی ها بیشتر از معدل جوامع توسعه یافته غذا میخورند و لباس میخرند و از آنچه مصرفگرایی جامعه ایران خوانده انتقاد کرده آیا به راستی مردم ایران از مردم انگلستان و آمریکا و استرالیا و آلمان و فرانسه و سوئد و سوئیس و بقیه این کشورها بیشتر غذا میخورند و بهتر لباس میپوشند سخنان وزیر نیروی دولت تزویر و فریب را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ ببینید همین سخنان البته تازگی نداره نشون دهنده در واقع کیفیت آدم است که 40 سال بر این کشور حکومت می‌کنند خوب که نگاه بکنیم میبینیم که اینا 40 ساله فقط به مردم ایران وعده گرسنگی میدن میگن گرسنگی بکشید گوش نیست میگم به جهنم اشکنه بخورید اشکنه هم نیست چشمتون کور دندتون نر اصلا هیچ چی نخورید متا صداتونم نباید در بیاد ببینید برده اگر حق نداشت برده دار دست کم شکمش رو سیر میکرد به یه ترتیبی ایرانی از برده پستر شده نه حق داره نه حق اعتراض داره گرسنگی باید بکشه چهل سالم باید گرسنگی بکشه و اگر هم اعتراض بکنه سرکارش با زندان و تخت بند و شلاقه چرا؟ چون این سینه آسمان شکافته این توفه ها بر ملت ایران نازل شدن و باید به نام به صلاح خدا و قرآن دزدی بکنن و چپاول بکنن و مردم ایران در این بیحقی مطلق حتی در واقع حق نطخ کشیدن نداشته باشن اما من فکر میکنم که این وضع رو مردم ایران میتونن عوض بکنن این آقای وزیر امور خارجه جواد ظریف یادتونه که اون ظلم میزنه تو تلویزیون به چشم مردم ایران میگه که این وز رو ما خودمون انتخاب کردیم اینها نتایج انتخاب خود ماست یعنی مردم ایران انتخاب کردن که این حکومت صدها میلیارد دلار از ثروتاشون رو صرف گروه های تروریستی بکنه صرف جنگ بکنه صرف دشمن تراشی بکنه و مردم ایران باید تاوانش رو با گرسنگی و بیحقی و تغییر بدن اما اون کلمه چیه که مردم ایران میتونن این وضع رو برای همیشه تغییر بدن اون کلمه نه نه با صدای بلند فریاد بزنن همه جا ما این وزن رو انتخاب نکردیم ما این قوانین غیر انسانی و ظالمانه رو انتخاب نکردیم نه جمهوری اسلامی انتخاب ما نیست ما میخواهیم مثل انسان آزاد زاده شدیم تو آرامش تو صلح تو دوستی با دنیا و همسایگانمون و در رفاه زندگی بکنیم و این وضع رو که مسبب بدبختی ماست نمیخواهیم و الا وقاحت این آقایان حدی نداره و تمومی هم نداره می کنم اون جوابش که این چطوری میشه تحلیل کرد یه دو کلمه است شکست مطلق وقتی که چهل سال یک نفر در پست پست های مختلف هست و نهایتش بعد از چهل سال به اینجا میرسه که این چیزی که ما فکر می این چیزی که براش در سال 57 حالا به هر دلیل تو خیابون رفتیم و میخواستیم و دنبالش بودیم نتیجه شده این نتیجه شده این که بیایم روزی یه وعده غذا بخوریم که چی بشه که آقای روحانی و مثلا آقای خامنه‌ای های منطقه‌ای خودشون رو دنبال بکنن که دشمنی با این کشور بکنن به اونجا موشک بزنن اینجا پول بدن آدم بمب بذاره اونجا کشتی سوراخ کنن با این نوع تفکرات مردم به خودشون فشار بیارن که این نوع استراتژی و این نوع سیاست کار خودش رو بده ولی اینکه گفتی آقای این جناب وزیر چطوری اطلاع داره ایشون دخترشون و آقازاده هاشون و خانم زاده هاشون تو این کشورها دارن زندگی میکنن اتفاقا اطلاعات دقیق دارن اینجا میرن رستوران غذا میخورن قلیون میکشن تصاویرش هست پخش شده همه جا زندگی بسیار خوبی دارن این زندگی خوب برای خودشون و بچه هاشون نماینده و نماینده مجلس های ترابی میگه فقط در لندن چهار هزار آقازاده و خانومزاده و نمیدونم دومادزاده و از این از این چیزا زیاد شده از اینا فقط تو لندن زندگی میکنه کشورهای دیگه جای دیگه بمانند چهره تلویزیونی در میاد توی برنامه تلویزیونی میگه به به ایران چه گل گلستانیه اما این ارق ملی رو نداره و بچه خودشون رو میبره میخواد در کانادا به دنیا بیاره این نوع افراد، این نوع تفکر، این نوع فرهنگ، این شلختگی توی سیستم از ابتدا تا انتهاش وجود داره عمید. البته من به شیوه آقای وزیر مخالفم اون حرف که ایشون زده و فکر نمی کنم ایشون یعنی به عنوان یک استراتژی داره می دهد برای نظام حرفه اما من هم موافق هستم که ما جامعه عراق و کشورهای مثل کشورهای خلیج فارس و جامعه ایرانی ما جامعه جامعه مصرف گرایی هستیم و ولی خب هم از یک سو هم نمیتونیم مقایسه کنیم کشور در حال توسعه مثل ایران با کشور اصلا توسعه یافته مقایسه کرد مثل چین و کشورهای دیگری که خیلی پیشرفت کرده مثل شما گفتی کشورهای مثل انگلیس و کشورهای دیگری این قضیه فکر نمیکنم یعنی اصلا این ربطی به سیستم نظام جمهوری اسلامی ایران نیست او ندارد شو میگه مثلا ایران همیشه میگه وعده میدهد که شما فاید گرس نباشید گرس نباشید نه ایران و نظام جمهوری اسلام ایران هدفشون در دنیا نه فقط در آخرت و قرآن همیشه میگه میگه این دنیا برای شما ما خلق کردیم و کردیم از طیباتش استفاده بکنید ایران هم میخواد سعی میکنه درباره این قضیه کار میکنه منتها خب خودتون دید ایران هم برمیگردیم به اصل موضوع و اصل موضوع همون جنگ علیه ایران هشت ساله تحریم چهل ساله و هر روز به روز داره تجدید میشه و مخالفین جمهوری اسلام ایران که در پرندس میگن پرنداز ها میرن تأیید میکنن این تحریم ها رو و میرن کار میکنن که امریکا بیشتر تحریم میکنه ايران رو وبعدين 100 ميغا نغا ترى شما همشين حرف ميزنيد شما اول برو محکوم امريكا تبليغ نكنيد براي سياسه ترامب و امريكا بعدين بيهاي محكوم كن حرف البته حرف حرف مو از وزير اه... نیرو بودن <سنی> <استن> <سن از این سن> <بزخن> نه،, نه نه فقط <سن> اینه نه <سن> فقط اینه <صف> <صف> این صحبت های آقای وزیر منو یاد یه خاطره انداخت که خانم اچ تملکوران کوران نویسنده معروف ترکی در کتاب اخیرشون که به 34 زبون هم ترجمه شده مي... تعریف می‌کنه میگه یک مادر مجردی که چهار تا بچه داشت در یکی از فقیرترین محلهای استانبول بر فراز تپه مشرف به تنگه بوسفور و دریا زندگی میکرد و به رئیسش گفته که من نمیتونم شکم این چهار تا بچه رو سیر کنم با استحسا گفته عوضش خونت منظره دریا رو داره از منظره دریا رو لذت ببر این خانم هم میگه در نهایت عصبانیت گفتم آره شب برای شام نونمون میزنیم تو آب دریا تیلیت میکنیم و از اون شرکت میاد بیرون یعنی چنان غرورش جریه دار میشه کرامت انسانیش به قول خانم اچ کوران نقض میشه که اون فقر خودش بد بوده اما اون تمسخر و استهزاء و مسخره ای که اون رئیس بهش میکنه کرامت انسانیش نقض میشه به همین دلیل که شما میبینید که در مصر شو... یک شعار اصلی که میدادن در میدان تحریر نان کرامت آزادی بود یعنی نان همونقدر مهمه که کرامت یعنی من اگه فقیر باشم مثل اون خانم در استانبول برام خیلی س... در داوره اما ای کسی من رو اس... احساس کنم کرامتم داره زیر پا گذاشته میشه همون فقرم هم آیه مسخره و استهزام هست به همون اندازه دو برابر برای من دردناک میشه اما مصرف واقعا چون امروز حالا به جنبش سبزم اشاره کردیم ممکنه چرخ اقتصادو به چرخونه به تعبیر زیگموند من ولی چوب لای چرخ اخلاق میذاره به دلیل اینکه ما اگر مصرفگرا شهروند آرمان داره مصرفگرا فقط میخواد مصرف بکنه در آفریقای جنوبی چون مثل جمع مثال زدم یکی از علل سقوط این بود که سیاه که فقر و محرومیت های مط... گوناگون رو داشتن در سالهای آخر گفتن ما محصولات کارخانجات سرمایهداران سفید پوست رو مصرف نمی کنیم تحریم کالاهای اون کارخانه باعث شد که این سرمایه دارای سفید پوست باعث دوچار بحران اقتصادی شدن یکی از عواملی که باعث سقوط آپارتاج شد همین بود که اون آدم های فقیر ولی یک هزینه دیگری رو هم پذیرفتن کالاهای سفید پوستایی که تولید میکردن رو تحریم کردن اون نظام آپارتای سقوط کرد ما هم اگر هزینه به ندیم نظام تبعیض چند لایه باقی میمونه یعنی اولا که این حاج آقازاده ها آقازاده کلمه واقعا مظلومی واژه مظلومی حاج آقازاده های این آقای وزیر خودشون در دختر و دامادشون در انگلستان هستن پسرشون هم ظاهرا در آلمان هستن به گفته خودشون در مصاحبه با سایت وزارت نیرو بعدیشون برای مردم همچین نسخه ای میپیشن واقعا من فکر میکنم که برای اینکه ببینیم ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی به مردم ایران و به وضعیت مردم ایران چه شکلی هستش یه خیلی کوتاهی مروری کنیم ببینیم اینا اخیرا چی گفتن علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آقای خامنهای مهر ماه 97. گفتش از یمنی ها یاد بگیرید که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت میکنن به جای لباس به خودشون لنگ میبندن و اسلحه به دست دارن و برابر دشمن مقاومت میکنن خود آقای روحانی چهار خورداد گفته مهم نیست سفره مردم کوچک شده مهم اینه که مردم مهم نیست که مردم سفره کوچکتری داشته باشن مهم اینه که دشمن بدونه که مردم با همه سختی ها پشت نظام هستن وزیر بهداشت قبلی جمهوری اسلامی آقای قاضی زاده گفته بودش که این انتخاب خود شما هستش خود شما رأی دادید و باید طبقاتش رو هم تحمل بکنید و آقای ظریف به عنوان مثال چون اصل حرف رو آقای ظریف زده بود آقای اعتمادی هم استقلال بود آقای اشاره خامش. کرده بودن آقای ظریف وقتی ازش پرسیده بودن که چرا همه مردم دنیا مثل زندگی نرمال دارن و فقط مردم ایرانی همچین شرایطی دارن گفته بودش که این انتخاب خود ما هستش که اینجوری زندگی باشید این انتخاب خود ما نیستش انتخاب مردم ایران نیستش مردم ایران لیاقت و شایستگی آزادی و زندگی با کرامت رو دارن